بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای کعبه داری یک جهان جان در بر امشب، الحق که از هر شب شدی زیباتر امشب. آغوش جان را باز کن جانانه، آمد هنگام قربانی است صاحب خانه آمد. تاریخ میگوید علی مولود کعبه است، مولود کعبه نه، بگو موعود کعبه است. مکه به توفیق ولایت محترم شد، امشب حرم از مقدم مولا حرم شد. با درود و سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان و مخصوصا وصی و جانشینشان حضرت مولا الموحدین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام، و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت. به تماشای این برنامه خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالم و خداوند را سپاسگزار که در این شب میمون و مبارک، شب 13 رجب، میلاد با برکت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، رو برای شما خوبان و عزیزان هستیم. عرض تبریک دارم این میلاد مسعود را از طرف خودم و همه امکاران خوبم در تلویزیون جهان هادی خدمت همه شما خوبان و عزیزان بیننده، و همینطور روز پدر را تبریک عرض می کنم به همه پدران خوب و زحمتکش. با کمال امتنان و افتخار با برنامه با وقت بیداری روبروی شما خوبان و عزیزان هستم و در خدمت استاد بزرگوار جناب دکتر توکلی، پژوهشگر و کارشناس امور دین. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. علیکم. عرض تبریک دارم سال روز میلاد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام را خدمت شما. سلام عرض میکنم خدمت شما، بینندگان گرامی، وطنداران عزیز، پدران بزرگوار، مادران گرامی و همه کسانی که در اقصا نقاط عالم بیننده برنامه هستند. ایام میلاد مسعود و پربرکت امیرالمؤمنین خدمت همه مسلمانان جهان، شیعیان بزرگوار، پدران عزیز و مادران بزرگوار تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که پدران عزیز ما در این روز بتوانند از امیرالمؤمنین، از پدر نمونه امت اسلامی، سرمشق و الگو بگیرند و ما هم بتونیم این راه به خوبی ادامه بدیم. انشاءالله سلامت باشید. خیلی ممنون از حضورتان استاد. خیلی خوشحالم که در این شب زیبا شما را در کنار خود داریم در تلویزیون جهانی هادی. استاد، زندگی مولای متقیان حضرت علی علیه السلام پر از زیبایی، دنیای از فضیلت، فضیلتی که توان بیان او نیست، ولی بحث همون آب دریا و قدر تشنگی مایه. وجه‌های متفاوتی زندگی حضرت امیر قابل بحث هست و خیلی هم مهم، ولی آنچه که امشب دوست داریم در بحث بگیرم و موضوع بحث هست، پدر نمونه بودن حضرت هست و جا داره که حتما هم روی موضوع بحث بشه. به مناسبت خب روز پدر هست، همه روزها روز پدر هست، ولی خب این روز خاص‌تر و ویژه‌تر و متفاوت‌تر هست. استاد، چرا این روز خاص‌تر هست؟ چرا این روز، روز ولادت حضرت امیر، شده روز پدر نامگذاری؟ بله، باید به سان مولانای بلخ بگیم: ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمله ای واگو از آن چه دیده ای. از روح بلند خود حضرت مدد میگیریم که به ما کمک بکنه بتونیم در مورد دریای بیکران صفات و فضائل امیرالمؤمنین و انتخاب این روز به عنوان روز پدر عرایزی داشته باشیم که مورد رضایت خود حضرت باشه. ببینید، من بحث شروع میکنم با حدیثی از پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه که فرمود: انا مدینة العلم و علی بابها، فمن اراد المدینة والحکمت فلیأتها من بابها. من شهر علمم و علی در این شهر است و هر کس میخواد وارد شهر علم بشود باید از در شهر وارد بشه. قطعا در فرهنگ سنتی و شرقی ما پدر مظهر حکمت است، مظهر دانایی و اقتدار است، مظهر بصیرت، تیزبینی و آینده نگری است. پدر باید مجمع فضائل باشد در خانواده
مدیر و راست مدبر است. ما در بین ائمه علیه السلام تنها کسی که میتونیم لقب مبارک ابوالائمه رو به او بدیم خود امیرالمؤمنین هست، گرچه ائمه هر کدوم پدر هست برای امام بعد از خود، ولی امیرالمؤمنین درست ابوالائمه است. خب فضائل پدر بودن در وجود حضرت جمع است. ایشون کسی است که بعد از پیغمبر صلوات الله علیه پدر سادات هست، پدر معنوی امت هست. لذا در اون حدیث معروف به امام حسن علیه السلام فرمود که اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی الی یوم القیامه به تقوی الله و نظم امرکم. ببینید صرفا امام حسن و امام حسین خطاب قرار نداد، فرمود هر کسی که این نوشتر بخواند و تا روز قیامت این وصیت بشنوه، همه اونها به تعبیری فرزندان من هستند. درست لذا ما مسلمانان و شیعیان و مؤمنین فرزندان معنوی امیر المؤمنین هستیم. حضرت جامع صفات کمال و جمال هست، از جمله صفات یک پدر نمونه بودن که حالا در ضمن عرایض خدمت شما خواهیم گفت که یک پدر خوب چه خصوصیاتی دارد و اون خصوصیات به نحو اتم و اکمل در وجود نورانی امیر المؤمنین وجود داره. لذا حضرت میتواند آینه تمام نمای صفات خوب باشد برای امت اسلامی و برای کسی که دنبال یک الگوست، چون ما در زندگی محتاج الگوهای خوب هستیم. بسیار عالی، تشکر، خیلی عالی بود استاد. مقصود از این حدیث که پیامبر میفرماید انا و علی ابا و هذه الامه چی هست و بله. معنی پدر بودن مثلا چگونه پدر است پیامبر و حضرت علی؟ بله حدیث بسیار زیبایی است که هم در منابع حدیثی اهل سنت وجود داره و هم در منابع حدیثی شیعه. میفرماید که انا و علی ابوا هذه الامه. قبل از این که این حدیث توضیح بدم خدمت شما، یک حدیث دیگه از پیغمبر میخونم که شرح در واقع این حدیثه. حضرت فرمود که الاباء ثلاثه، پیغمبر صلوات الله علیه فرمود پدران سه گونه اند، ابون هدک، ابون علمک و ابون زوجک. یک پدر، پدر جسمانی شماست که در واقع شما از نطفه او متولد میشید، ما از نطفه او متولد میشیم و همه انسان ها پدر جسمانی رو دارن. درست. یک پدر، پدر علمی، روحانی، دینی و معنوی ماست که بنابراین معلم ها از این نظر احترامی که ما به پدر حقیقی خودمون میگذاریم به معلم هم باید بگذاریم. و امیرالمؤمنین و پیغمبر و انبیاء الهی از این نظر میتونن در واقع پدر امت باشن، چون پدر معنوی درست. و علمیان. و پدر سوم ابون زوجک، پدر پدری است که بله پدر همسر، یعنی ممکن است که اگر شما مرد هستید میشه پدر در واقع خانم شما، اگر شما زن هستید میشه پدر شوهر شما. ایشون هم چون پاره تن خود در اختیار شما قرار میده، لذا احترامی که به پدر میگذارید به ایشون هم باید بگذارید. این حدیث مقدمه بود برای توضیح او حدیثی که شما فرمودید که انا و علی ابا و هذه الامه، من و علی پدران امتیم. پدر چیکار میکنه؟ پدر موجودیت یک فرزند از پدر است. در واقع پدر علت تامه هست، اگر پدر نباشد فرزند هم نیست. اگر امیرالمؤمنین و وجود مقدس پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه اجمعین نبودند، ما چیزی به نام امت اسلامی نداشتیم و اصلا تربیت دینی نداشتیم. باز اشاره میکنم به او حدیث دیگری که فرمود پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه فرمود که من نور من قبل از خلقت آدم خلق شد. نور امیرالمؤمنین قبل از خلقت آدم خلق شد. به این تعبیر پیغمبر و امیرالمؤمنین می توانند پدر علمی و معنوی کل بشریت باشند. چرا پدرن؟ چون الگو هستند، چون جامع همه صفات و کمالن، صفات جمال و کمال هستند، چون ابرمردن. ابرمرد یعنی موجودی که اسوه می تواند باشد برای فرزندان. فرزند به هر قسمتی، به هر زاویه ای از زاویه های وجود پدر که نگاه بکنه از او الگو میگیره. لذا وقتی ما به وجود مقدس پیغمبر و امیر المؤمنین نگاه میکنیم، از رأفت حضرت، از صداقت حضرت، از شجاعتش، از بزرگواری و کرمش، از بخششش، از
در واقع فرزند پروری حضرت نمونه میگیریم در زندگی، و لذا پیغمبر و امیرالمؤمنین پدران معنوی امت هم. بسیار عالی، تشکر استاد. یک میان برنامه ببینیم، دوباره در خدمت شما هستم. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از همراهی تان. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب که بوا شد همه جا بوی خدا پیچیده آیه سوره ایمان همه جا پیچیده دست های نبی الله به زیر سر او کل عالم به خدا تکیه است شهپر او گفت با حضرت خاتم بگو ای ملجأ نور دم ز تورات زنم یا که ز انجیل و زبور کودکیت همه را مات نموده است علی قبل تو هیچ کس از خلق نبوده است علی پدر واقعی شیعه توی مولا جان سایت کم نشود از سر ما مولا جان صلی الله علیک یا مولای یا امیر المؤمنین. هرچند جهان با تب آشوب عجین است، آغوش تو آرام ترین جای زمین است. پدر عزیزم روزت مبارک. بازم خوش آمدید عرض میکنم خدمت شما عزیزان و خوبان. بیننده برنامه به وقت بیداری در شب میلاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام هستید. در خدمت جناب استاد توکلی هستیم. استاد سلام دوباره خدمت شما. برای این که یک پدر نمونه باشیم، چه الگویی را باید از حضرت امیرالمومنین و زندگی آن حضرت بگیریم؟ بله، برای پاسخ به این سوال من دو تا نکته عرض میکنم. اول یک حدیثی را عرض بکنم از وجود مقدس پیغمبر صلوات الله علیه که فرمودن ادبوا اولادکم به زمانهم فانهم خلقوا لزمان غیر زمانکم. بله، سعی کنید فرزندانتان را مطابق با نیازهای زمان خود اونها تربیت کنید. زمان شناس باشید، نیازهای فرزند را بشناسید و در واقع ابزارها و صفاتی که باید در وجود این فرزند به عنوان یک پدر آینده یا مادر آینده به وجود بیاد، این ابزارها در شخصیت او از دوران کودکی نهادینه کنید. یک مادر خوب
باید مظهر رحمت و مهربانی باشد. درست. دختری که از پدر محبت نبیند نمیتواند مادر خوبی در آینده باشد. یک پدر خوب باید مظهر اقتدار و کرامت و عفو و گذشت و مهربانی باشد. پسری که روانشناسان میگن پسری که در دوران کودکی از دامان مادر و از در واقع زیر سایه پدر بودن محبت نبیند، نه، کرامت و بزرگواری نبیند. که حالا میگیم کرامت چیه؟ یکی از مصادیق کرامت اینه که اگر فرزند اشتباهی کرد، اشتباه او باید پدر ببخشه. پدری ناست. که بیش از حد سختگیره، بله، بیش از حد اقتدارگراست در محیط خانواده، بیش از حد دیکتاتور معاب است، بله، و پدر سالاری میخواد در محیط خانواده حاکم بکنه، این نمیتونه پدر خوبی باشه، نمیتونه نمونه باشه در دید فرزند. پدر باید مظهر کرم باشد، مظهر فضل و بخشش باشد، مظهر اقتدار باشد همراه با مهربانی. این پدر در واقع برآورده کننده نیازهای مادی و معنوی فرزندان و همسر در محیط خانواده است. پدری درست. میتواند پدر نمونه باشد که بهترین همسر باشد برای مادر فرزندان. کی میتواند همسر خوبی باشد؟ وقتی که به کرامت انسانی مادر فرزندان احترام بگذارد، به او در کارهای خانه کمک کند، در واقع تکیهگاه خوبی برای اعضا خانواده باشد، در مشکلات و در سختی‌های زندگی تکیهگاه مناسبی برای فرزندان باشد. و در یک کلمه، پدر خوب پدری است که علاوه بر اینکه اقتدار پدری خود در خانواده حفظ میکنه، بهترین دوست باشه، هم برای همسر خود و هم برای فرزندان. فرزندان که عرض میکنم صرفاً پسرها نیستن، دختر نیاز بیشتری دارد به پدر تا پسرها. لذا بله. پدر وقتی میتواند پدر باشد که از قدرت خودش کم استفاده کند، از قدرت جسمانی، بله، و بیشتر از اقتدار یعنی از نفوذ معنوی استفاده کند. بله. نفوذ معنوی با چی ایجاد میشه؟ نفوذ معنوی با محبت ایجاد میشه. شما با محبت میتوانید در دل او نفوذ کنید، در قلب او نفوذ کنید، در واقع می توانید قلب او را تسخیر بکنید با محبت. البته محبت هم باید افراطی نباشد، بجا باشد، و ضمناً می توانید یک در واقع مثل کوه استواری در زندگی، در مشکلات زندگی باشید، به شرط این که از حکمت استفاده کنید. حکمت چی است؟ حکمت این است که ما نیازهای فرزند بشناسیم، مشکلات او بدونیم، و بیش از حد در واقع او به خود خوب وابسته نکنیم. پدری که بیش از اندازه فرزند به خودش وابسته میکنه، او یک موجود مستقل بار نمیاره. محبت هم اندازه داره دیگه. بله، اندازه داره. یک مثال کوتاه عرض میکنم و بعد در خدمت شما هستیم. شما پرندگان ببینید، عقاب وقتی میخواد به فرزند خوب پرواز کردن یاد بده، این فرزند با منقار خوب میگیره میبره به اوج آسمان. به اوج آسمان، به اوج کوه که رسید، فرزند رها میکنه تا ای با مشکلات، با هوای سخت و سنگین، با موانع، با درخت، با کوه، با حیوانات دیگه دست و پنجه نرم بکنه و ضمناً پرواز یاد بگیره. لحظه ای که احساس میکنه که ممکنه یه خطری او تهدید بکنه، به کوه یا درخت یا موانع دیگه بخوره، دوباره میاد با منقار خوب فرزند میگیره. یک پدر خوب باید این چنین باشه. بله. استاد، گوشه از سوال ما هم ای بود که چه الگوی مشخص از حضرت علی بگیریم. بله بله، این قسمت من غفلت کردم. حضرت علی علیه السلام بسیار پدر نمونه ایست برای فرزندان خودش. شما ببینید در نامه 31 نهج البلاغه، بله، حضرت به امام حسن در مقدمه نامه میفرمایید که حسن جان یا بنی، من با اینکه به اندازه تمام انسانها عمر نکردم، اما چون تاریخ اونها رو خوندم و چون با عوامل شکست و پیروزی اونها آشنا شدم، مثل این است که با اونها زندگی کردم. من به تو وصیت میکنم که در زندگی این خصوصیات داشته باش. ببینید، حضرت علی در وقتی که ابن ملجم مرادی ملعون، حضرت در واقع در شب 19 ماه رمضان با شمشیر آغشته به زهر مجروح میکنه،
خب در اینجا حضرت میتواند بگه که ابن ملجم بله بزنید، بکشید، از بین ببرید، ولی حضرت چی میگه؟ میگه که با او با مدارا برخورد بله کن، با عدالت برخورد کن. عدالت ورزی، محبت و انصاف اینجا حضرت به صورت عملی به امام حسن، به امام حسین نشان میده. در وقتی که خود حضرت بله خلیفه مسلمین هست، میاد یک کسی، یک مجرمی میاد پیش حضرت، دوبار اقرار میکنه، میگه من مرتکب فلان عمل شدم. حضرت میفرماید دفعه سوم اقرار نکن، برو و توبه کن. من به عنوان خلیفه مسلمین اگر اقرار سوم داشته باشی، مجبورم که حدود اسلامی بر تو اجرا کنم، اما من چون پدر امت هستم و پدر باید بخشنده باشه، اجازه نمیدم که دفعه سوم اقرار کنی. برو و خودت با خدای خودت توبه کن. ببینید قرآن میگه خذ العفو و امر بالمعروف، اهل عفو باشید. در جای دیگه میگه و این تعفو اقرب للتقوا. امیرالمؤمنین به عنوان پدر امت میاد و مجرمین وادار به اقرار نمیکنه. اصل بر در تعاملات حضرت بر عفو و بخشش است. اصل بر گذشت هست، اصل بر مدارا کردن هست در واقع جامعه اسلامی. به عنوان یک معلم وقتی که خطابه میخواد برای اصحاب خودش، در خطابه ها با لحن پدرانه میگه مثلا الله الله فی القرآن، الله الله فی الیتاما. ببینید شما را به خدا قسم یتاما را در ایتام را زندگی و در جامعه خودتان از اونها در واقع دستگیری کنید، در اهل قرآن باشید. لا یسبقکم فی العمل به غیرکم، در زندگی برای فرزندان وقت بگذارید، محبت کنید و تا بتوانید پدر خوبی باشید. بسیار عالی، تشکر استاد. برای یک پدر هیچ چیز دوست داشتنی تر، خوشایند تر از این نیست که یک فرزند صالح، عالی و خوب داشته باشه. و داشتن یک فرزند خوبم خوب درگیری و تربیت خوب هستیه، باید خوب تربیت بکنی. خب در دنیای امروز یک پدر با چه مشکلات و با چه چالش هایی در راه تربیت فرزند خود مواجه است؟ بله ببینید دنیای امروز با دنیای قدیم بسیار متفاوت شده. زندگی امروزه بسیار زندگی پیچیده است. در زمان قدیم زندگی ها آسان بوده، انسان ها یا کشاورزی میکردن یا یک شغل بسیار ساده داشتن. زندگی کردن در شهرهای بزرگ برای انسان امروزی بسیار پیچیده است. پدرها با توجه به مشکلات اقتصادی مجبورن دو سه برابر ایام عادی کار کنن، تلاش بکنن تا بتونن در واقع نیازهای اولیه خانواده رو برآورده کنن. حالا اگر بخواد پدر خوبی باشه، باید در واقع صرفا نیاز خانواده نیاز مادی نداند، یعنی بفهمد که خانواده علاوه بر نیازهای مادی از نیاز مادی نیاز معنوی دارن به حضور پدر. پدر خوب باید به فرزندان وقت بگذاره، یعنی در طول شبانه روز یک ساعتی از ایام بگذاره برای با حتی بازی کردن با کودکان، چون بازی شخصیت فرزندان رشد میده. اگر فرزندان او بزرگ هستن، باید وقت بگذارد برای گفتگو و مشورت و همدلی و شنیدن حرفهای فرزندان و مادر خانواده. یک پدر خوب باید شنونده خوبی باشد در خانواده. یک پدر خوب باید سنگ صبور باشد. یک پدر خوب در شرایط کنونی، ما قبول داریم که پدرها در واقع بار اصلی و سنگین در واقع زندگی رو به عهده میگیرن، اما اگر از ابعاد دیگر زندگی غافل بشن، ممکنه نیازهای مادی بتونن برطرف بکنن، ولی اگر از ابعاد تربیتی غافل بشن، بعدن ضربه های سخت و سنگین خواهند خورد. لذا در روایات داریم که بهترین هدیه پدر و مادر به فرزندان میتواند تربیت خوب باشد. اگر یک پدر بتونه فرزند خود خوب تربیت بکنه، یعنی به او اعتماد به نفس بده، به او روحیه مبارزه با مشکلات بده، به او صبوری یاد بده، به او بفهماند که زندگی پر از مشکل است، زندگی حل مسئله است، زندگی در واقع به قول علامه اقبال در صدف خیش گوهر ساختن است، بسیار در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. اگر این چیزا رو یاد بده به فرزندان، این فرزند خودش میتونه گلیم خور از آب بکشه، بسیار عالی، میتونه مرغابی باشه که در طوفانهای زندگی گلیم خور از آب بکشه. ممنون استاد. پس از میان برنامه انشاءالله ادامه ای بس. بیننده های عزیز گرامی تشکر از همراهیتان. میان برنامه کوتاه رو با هم میبینیم و دوباره ما رو همراهی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی، طبع من نظر نگاه پهلوان روزگار، عاشقش هستم قرار از سینه ام برد نگار. آمد شیر خدا در بیشه دنبال شکار، می گذارد دشمن مولای ما پا به فرار. گوش کن گوش کن، در آسمان پیچید صوت کردگار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. انبیا مکتب نشین درس تفسیر علی، شور برپا می کند در جنگ تدبیر علی. باز غوغا می کند روی شمشیر علی، خیل ابن عبدود ها شد زمین گیر علی. جان عالم نظر تو ای تکیل دلدل سوار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جبرئیل آمد کنارت چهره تابان گره، حال میکائیل با دیدار تو سامان گره. قلب اسرافیل با تو نور از ایمان گرفت، پای تو جان داد ازرائیل و از نو جان گرفت. ذکر لبهایم شده شب تا سحر دیوانوار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. سحر شیطان در میان سینه ها باطل شده، نعمت نور ولایت شامل هر دل شده. نام تو می آید و روحم هوایی می شود، یا علی می گویم و جانم خدایی می شود. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. حدیث خلق خوشایند نیست گوش مرا، نشسته این من و دل به گفتگوی علی. دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض تبریک دارم خدمت روید از عزیزایی را که تازه به جمع بیننده های ما پیوست. مثبت 964-780-255-4013 پل ارتباطی میان شما و برنامه به وقت بیداری هست. هر سوال و یا هر گونه نظرات، انتقادات، پیشنهادات دارید میتونید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما در میان بگذارید. ادامه برنامه به وقت بیداری را در شب میلاد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بیننده هستید. جناب استاد سلام بر شما. سوال ای بود ایتا. که یک پدر با چه چالش های روبرو هست؟ بله، عرض کردیم که زندگی انسان جدید بسیار زندگی پیچیده و سختی است، مخصوصا در مناطق شهری آدم ها با چالش ها و گرفتاری های زندگی صنعتی و مدرن امروزی در واقع روزگار میگذرونن، و برای اینکه کسی بتونه پدر خوبی باشه، یعنی از ابعاد تربیتی معنوی و روحی هم پدر نمونه ای باشه، باید برنامه ریزی بسیار دقیقی داشته باشه و با نیازهای انسان امروز آشنا باشه. لازمه آشنایی با نیازهای انسان امروز یکیش مطالعه است، یکیش اینه که ما خودخور به اصطلاح آپدیت و بروز رسانی بکنیم. یعنی در 50 سال پیش، 100 سال پیش زندگی نکنیم. با یک پدر خوب باید اولا نیازهای اقتصادی و نیازهای اولیه خانواده رو تأمین بکنه. خب تأمین کردن نیازهای اقتصادی یک خانواده با توجه به روحیه مصرفی که ماها در زندگی داریم، چشم و همچشمی ها و گرفتاری هایی که در بین فامیل ها هست، کار بسیار سختی است، نیازمند تدبیر است، نیازمند اینه که پدر شغل خوبی برای خودش انتخاب بکنه، از نظر اقتصادی آینده نگر باشه، از نظر تعلیم فرزندان خود در مسیر تعلیم قرار بده و خودش دائما با روانشناسی جدید، با علوم جدید در حد توان خود آشنا باشه و
بدونه که این فرزند غیر از لباس و خوراک و مسکن و بهداشت نیازهای دیگری هم داره و لازمه این کار اینه که برنامه ریزی دقیقی برای ایام شب و روز خود داشته باشه، برای ایام هفته و ماه و سال خود داشته باشه اولا، و برای 5 سال بعد 10 سال بعد برنامه داشته باشه. لازمش این است که با همسر خود در خانواده همراه و همگام باشه، با هم حرکت بکنن و در واقع مکمل هم باشن و بتانن که در واقع برنامه درستی برای سعادت و خوشبختی فرزندان در آینده داشته باشه. برنامه طویل المدت 5 سال و 10 سال، این نقشی برنامه 5 ساله که داشته باشه 10 ساله که داشته باشه، در حالی که یک فرزند بیشتر مثلا تربیتش بستگی به همین بین 5 سال و 10 سال اینجا داره، فکر بله. میکنید خیلی نقش بسزایی داره؟ نقطه خیلی خوبه. بله بله، ببینید فرزندان در دوران کودکی یک نیازهایی دارن، در دوران نوجوانی و بلوغ نیازهای دیگری دارن. بله. ما باید با نیازهای دوران بلوغ فرزندان خو آشنا بشیم. بله، از قبل آمادگی بگیری و برنامه بله. منظور این بود بدون آمادگی. ببینید مطالعه کردن استفاده از تجربه بشره، این کتاب هایی که نوشته میشه، البته به شرطی که کتاب خوب و درست بخوانند و با در واقع آگاهی گرفتن از اهل فن، نه هر کتابی. اگر کسی قبل از این که فرزند او به دوره بلوغ برسه بفهمه که این فرزند در دوره بلوغ مثلا نیاز به استقلال شخصیت داره، تغییرات هورمونی در او ایجاد میشه، ممکنه که کمی پرخاشگر بشه، ممکنه که ارتباطی و با پدر و مادر عوض بشه، نیازهای او رو بفهمه، بهتر میتونه با این چالش مواجه بشه. فرزند وقتی که به دوران ازدواج میرسه نیازهای دیگری داره، فرزند پسر مخصوصا وقتی که دوران انتخاب شغل او میرسه، پدر باید از قبل برنامه‌ریزی کرده باشه، نیازهای جامعه رو بشناسه، استعداد فرزند خود بشناسه و در واقع زمانشناس باشه، بفهمه که در 10 سال بعد جامعه و کشور ما به چه سمتی پیش میره. مثلا من مثال میزنم، 20 سال پیش کامپیوتر نبود. بله. ولی بعدن کامپیوتر ایجاد شد. خب یاد گرفتن کامپیوتر یک نیاز فوری است برای انسان امروز، یاد گرفتن زبان انگلیسی نیاز فوری است، یک مقداری از آموزش های اولیه روانشناسی هر پدر و مادری باید بلد باشه، باید بدانه که رشته تحصیلی که میخواد برای فرزند خود انتخاب بکنه چه رشته انتخاب بکنه. مثلا رشته طب در بعضی از کشورها استقبال خوبی میشه. بله. ایر باید بدونه پدر خوب باید پدری باشه که در حقیقت مدیر خوبی باشه برای خانواده. نه. یک خانواده مثل یک کشوره، مثل یک شهره، و پدر مثل رئیس جمهور و مثل در واقع حاکم او شهره، باید همه نیازهای خانواده تشخیص بده، برای تک تک این نیازها برنامه داشته باشه و در زمان مشخص او برنامه ها رو پیاده بکنه. البته بدون مطالعه، بدون مشورت با اهل فن، بدون همراهی و گفتگویی با اعضای خانواده چون این چیزی ممکن نیست. بسیار عالی، تشکر استاد. راه غلبه کردن برای چالش ها و بیرون رفت موفقیت آمیز از این چالش ها چی هست و پیشنهاد شما چیه؟ چی کار باید انجام بدیم؟ چالش که وجود قطعا ما یک ضرب المثل داریم در فرهنگ در واقع شرقی و فارسی خو که میگیم علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. این خیلی سخن حکیمانیه. در هر زمینه ای این مسئله مصداق داره. شما در بیماری ها ببینین، کسی که در واقع نیازهای بدن خود میشناسه و میفهمه که چه کار باید بکنه که بیمار نشه، اگر جلوگیری بکنه از بیماری خیلی راحت تر از اینه که بگذاره که بیمار بشه و بعد مداوا و درمان بکنه. در بقیه امورات و نیازهای زندگی هم مسئله از همین قراره. ما باید انسان شناسی و زمان شناسی و نیاز شناسی داشته باشیم. خود ما به تنهایی نمیتونیم، باید خود خود در معرض استفاده از اطلاعات دنیای جدید قرار بدیم. یعنی اگر در فضای مجازی فعال هستیم، وقت خود صرف خوندن مقالاتی بکنیم که برای تربیت فرزند لازمه، اطلاعات پزشکی خود ببریم بالا، اطلاعات اقتصادی خود ببریم بالا، چون کار اقتصادی کردن نیازمند اطلاعات هست. اینکه شما بدانید در زمان کنونی، در شرایط کنونی چه فعالیت اقتصادی بکنید که در آینده به نفع فرزندان هست، اطلاعات تربیتی خود، اطلاعات روانشناسی خوب بکنیم بالا، و
کتاب مطالعه کنیم. مجلات تخصصی الان هم مجلات الکترونیکی وجود داره در دنیای امروز و هم مجلاتی که چاپ میشه که مربوط به تربیت فرزند هست، اینا در واقع داشته باشیم. و اگر اطلاعات کافی نداریم با مشاورین فن، الان کسانی هستن که روانشناسی خوندن، در ارتباط با انتخاب شغل میتونن به ما مشورت بدن، از مشاوره استفاده بکنیم، مشاوران خوبی داشته باشیم در اطراف خود. کسانی هستند رشته تخصصی دانشگاه اونا مثلا اقتصاده یا روانشناسی هست یا رشته های یا مثلا پزشکی هست، از مشاورین خوب در واقع کمک بگیریم، با معلم فرزند خود دائما در ارتباط باشیم و بدونیم که نیازهای متقابل خانه و مدرسه ای فرزند چی هست. نه. چالشی که امروز وجود داره در واقع جمع بین دنیای سنت و دنیای مدرنه. دنیای مدرن دائما چیزهای جدید تولید میکنه، دائما ما با شرایط جدید مواجه میکنه و اگر ما هر روز آپدیت نشیم و هر روز اطلاعات خود اضافه نکنیم دچار گرفتاری میشیم. چالش اصلی به نظر من برای یک پدر که خیلی کوتاه عرض کنم اینه که پدرها در شرایط کنونی گرفتار تأمین نیازهای اقتصادی فرزندان خود هستند و از تربیت و نیازهای روحی و تربیتی و روانی فرزندان غافلند. لذا فرزند گرفتار فضای مجازی میشه، در فضای مجازی در اینترنت بلاها و تله‌های زیادی منتظر فرزندان ما هستند. از طرفی شکم فرزند سیر میکنیم ولی روح او تشنه است و بعدا میبینیم که دچار گرفتاری‌های فراوانی میشه. کنار هم داشته باشیم بهتر است. تشکر استاد، خیلی ممنون، سلامت باشین. از ای که زحمت کشیدین در این شبها، در این روزها، خلاصه آمدین در برنامه و انشالله که خیر و سلامتی بدرقه راهتان باشه و خداوند بابت این زحمات براتان اجر خیر عنایت کنه. تشکر از بنده هم از شما و از بینندگان گرامی تشکر میکنم. امیدوارم که این جلسات زمینه بشه برای مطالعه بیشتر و برای اینکه آگاهی ها خود روز به روز بالاتر ببریم و بتونیم از وجود مقدس امیرالمؤمنین در زندگی خود الگو بگیریم. انشالله سلامت باشین. تشکر استاد از حضورتان. دو مثل شعر تقدیم بکنم به پیشگاه مقدس حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، پدر حقیقی من. ای سفر کرده ای موعود، بیا که دلم در پی تو در به در است، جان ناقابل این چشم برا، برگ سبز به تو روز پدر است. بیننده های عزیز و گرامی، سپاس از این تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه امشب به وقت بیداری که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه ایتان رو بر الله پاک بیامتا میسپارم. ایام به کامیتان، وقت خوش، خدا نگهدار.